مهاجرت کیمی دونگ به ایالات متحده در سال 1975 زمانی که وی در شهر سایگون پایتخت ویتنام جنوبی وقت برای شرکت آی بی ام کار می کرد آغاز می شود. وی قرار بود که در آخرین روزهای جنگ ویتنام به ایالات متحده منتقل شود ولی این کار عملی نشد. سایگون خیلی زود سقوط کرد. آنها نتوانستند من را به وقت انتقال دهند. بسیار یک حالت پیچیده بود. من نمیدانستم آیندم چی می شود. هر کس می ترسید. اردوی ویتنام شمالی وقت کنترل شهر سایگون را به دست گرفت و هیچ راه رسمی برای خروج از شهر وجود نداشت. دونگ در یک موتر بس آمریکایی که در نزدیک وی پارک بود بالا شد و میدان هوایی انتقال یافت و از آنجا به جزیره گوام پرواز کرد. وقتی از ویتنام فرار کردم فقط $30 با خود داشتم. دیگر چیزی باقی نمانده بود. او سرانجام در ایالت مریلند مسکن گزین شد و کارش را دوباره با شرکت آی بی ام آغاز کرد. او تا سال 1987 میلادی با این شرکت کار کرد و سپس او و شوهرش یک شرکت تکنولوژی معلوماتی یا IT به نام پرگماتیکس را افتتاح کردند. موفقیت شرکتشان برای او فرصت مساعدت به مردم را برایش فراهم کرد. این زن و شوهر $2 میلیون را به بورس‌های تحصیلی برای محصلین انجینری و تجارت در پوهنتون مریلند و $5 میلیون را به محصلین انجینری پوهنتون جورج میسن در فیرفکس ویرجینیا کمک کرد. آنان $1 میلیون دیگر را به کالج منگمری برای فراهم کردن بورس‌های تحصیلی با محصلین اقلیت‌های نژادی در آمریکا کمک کردند. پوهنتون جورج میسن و کالج منگمری هر دو یکی از عمارت‌های خود را به نام‌های این زوج مسما کردند. بنیاد خیریه کیمی دونگ از سال 2018 بدین سو بورس‌های تحصیلی را برای محصلین ویتنامی که در ویتنام زندگی می‌کنند نیز اهدا کرده است. با آنکه خانم دونگ برای حدود 50 سال در آمریکا زندگی کرده و می گوید تا هنوز هم ویتنام و مردمش را دوست دارد. مومن خان واحدی، صدای آمریکا، واشنگتن.